خدمت دوستای عزیز خیلی خوش اومدید. همونطور که متوجه فکر کنم شدید، میخوام طراحی این رقص رو بهتون آموزش بدم. حرکاتش رو توی قسمت 1 و 2 بخش مدرن دیدین که از این قسمت میتونید وارد لینک بشید و حرکات رو ببینید. 2 تا حرکت جدید اینجا انجام دادم که میخوام اونا رو هم بهش اضافه کنم و یه جمع‌بندی کوچولو بکنیم. توضیحات رو خیلی زیاد توضیح نمیدم، حرکات رو فقط اسمشون رو میگم، اجرا میکنم که چی بعد چی آوردم توی طراحی. خودتون چون میدونید حرکت ها رو، آموزشش هم هست، میتونید تمرین کنید و 1 دقیقه اجرای خیلی قشنگ داشته باشید. بریم. خب شروع موزیکمون، ما ریتممون بسیار پایین بود قبل از اینکه آهنگ اوج بگیره، یک سری حرکات رو انجام دادیم. حرکت ریز اولی که انجام دادیم حرکت ضربه به بالا بود که 1-2 بستگی داره شما از کجای موزیک شروع کنید. اگر ریتم 4 تا ضرب اولش رو بگیرید 4 تا بزنید، اگه نه 2 تای اول رو نگرفتید سب کنید رد شه 2 تای دوم رو بگیرید. من شروع حرکت پاهم رو ضرب دری گذاشته بودم که بتونم یه فشار بیارم و پامو یه کوچولو پرت کنم، فشار بیارم بیام بالا پامو یه کوچولو پرت کنم. این کارو کردم و سعی کردم پامو بذارم جلو و یه سری فیگورها رو نشون بدم. پس حرکت رو زدم، یه پلش کوچولو کردم و اومدم و فیگور رو نشون دادم. اول فیگور قاب رو نشون دادم، ولی یک بار نشونش دادم. یه بار فیگور قاب رو نشون دادم، دستامو به هم رسوندم و بعد سعی کردم همزمان که دست رو وا میکنم پاهم باش، باز کنم و بیارم پایین، باز کنم و بیارم پایین، به نیم رخ بچرخم و دستم رو چرخش بدم و به این حالت بیارم بالا. و اینجا یه مکس کوچولو داشتم که تمرکز کنم برای حرکت بعدی. حرکت بعدیم حرکت سوال جواب بود. من شروع رو با پای راستم که روی پنجه بود شروع کردم، برگشتم بلافاصله دست رو آوردم پایین جلوی سینه و حرکت سوال جواب رو دوبار انجام دادم و اومدم رو به جلو. پس حرکت سوال و جواب رو انجام دادم و اومدم جلو، بلافاصله چرخ تک دست زدم، دستم که پشت آوردم بالا و اومدم روی پنجه با یه چرخ 3 طرفه چرخش زدم. چرخش 3 طرفه در واقع من با 3 تا گام کوچولو به 3 سمت چرخیدم، 1-2-3 و با این حرکت هر 2 تا دستم رو آوردم پایین. بلافاصله حرکت رو متصل کردم به حرکت بی نهایت. من بی نهایت رو به صورت یه نیم دایره کشیدم که همزمان باهاش خودمم چرخیدم رو به بالا. بعد از اینکه حرکتم تموم شد بلافاصله رفتم سراغ حرکت قاب. یک بار قاب رو زدم، 2 بار قاب رو زدم، تبدیلش کردم به بال کبوتر و چرخش زدم. بال کبوتر و چرخش. پس اینجا که فیگورم رو تموم کردم دستم رو به بالا بود، بلافاصله گام ضرب پامو گذاشتم، دست رو آوردم پایین، چرخش بال کبوتر با چرخش ساده زدم و رفتم سراغ حرکت 12 و 6، حرکت چرخش دامن. در واقع انگاری که دامن جلوی دستمه و دارم حرکتش میدم و همزمان با اون سعی کردم هم میتونید بیاید پایین و هم میتونید باهاش به صورت پای سوزنی حرکت بکنید. پس در واقع 2 تا ریتم اول رو من با 6 تا حرکت انجام دادم که این 6 تا حرکت رو مجدد تکرارشون میکنم، ولی این سری سعی میکنم اوج بگیرم توی تکرارشون چون موزیکم هم داره اوج میگیره. پس حرکتم رو که زدم و تمام کردم، اگر 6 تا رو بخوایم بشماریم با هم دیگه، حرکت اولمون شد سوال و جواب، بعدش چرخش تک دست زدم، بعدش حرکت بی نهایت رو رفتم، بعد تبدیلش کردم به قاب، قابو تبدیل کردم به بال کبوتر و بعدش تبدیل کردم به حرکت چرخش دامن. خب و شروع کردم حرکت سوال و جواب رو پشتبندش زدم. این سری که پشتبندش حرکت سوال و جواب رو زدم و خواستم که چرخش رو بزنم، چرخش رو 1 ذره با تاب بیشتری زدم و به جای اینکه تک دست بیارم و حرکت بی نهایت رو بزنم،
جفت دست آوردم و حرکت بی نهایت رو زدم و از اینجا که شروع شد تموم شد ببخشید، رفتم دوباره حرکت قاب رو زدم، دوباره با اوج چرخش کبوتر رو زدم و بعدش حرکت دامن رو سعی کردم با گام بچه ها. این گام فوروارد بک رو فکرم بهتون آموزش داده بودم، جلو و عقب حرکت رو زدم. اوکی، پس یک بار دیگه این گام رو با هم بریم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 یا شما میتونید این حرکت رو 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 که برسیم به جایی در واقع تو وسط پیست باشید. بعد از اینکه این 6 تا حرکت رو دو بار پشت سر هم تکرار کردیم، میرسیم به اوج آهنگ که من اینجا یه در واقع میخوام حرکت تضادی انجام بدم، حرکتم رو خیلی بالا نبرم، اونو نشسته انجام بدم. اون حرکت نشسته ای که دیدید به این صورت بود که من پای تکیم رو گذاشتم جلو، پنجه پام رو گذاشتم روی زمین و پشت پام رو سر دادم و باهاش نشستم. اوکی، پس به این شکل بود، پنجه پام رو گذاشتم، دستام رو به بالا بود، چون که ما هنوز حرکت شماره 7 رو نرفتیم که توی آموزش ها بود، در واقع توی قسمت دوم حرکات مدرن بود، لینکش اینجاست بچه ها میتونید ببینید. پس دستم بالا بود، نشستم پایین. اوکی، بعد حرکت 7 رو زدم و دستام رو به صورت قلم زدن آوردم پایین. بعد میرسیم به حرکت خطی دایره‌ای. خطی دایره‌ای هم استفاده نکرده بودیم، توی نشسته میخوام استفاده کنم. من دستم رو به صورت یه خط میبرم جلو، یه نیم دایره میکشم، ولی در این حال خودم رو هم با پای تکیم میکشم جلو. پس همزمان که داشتم نیم دایره میزدم، خودم هم میکشیدم جلو. بعد از اینکه این کارو کردم، سعی کردم همزمان با چرخش باشم که حرکتم حین پا شدن مصنوعی دیده نشه، یه خیلی سخت دیده نشه. پس حرکتم رو که انجام دادم، سعی کردم به این حالت، به حالت چرخشی پاشم. پس ما فعلا فقط پا رو میریم، نشستم جلو جلو و بعد همزمان باهاش سعی کردم با چرخش بیام بالا. یک بار دیگه میریم با هم دیگه، 1 2 پای برترم و پایی که تکیگاه گذاشتم روی زمین برمیدارم و همزمان باهاش میچرخم و میام بالا. همزمان که اومدم بالا و آهنگم یه قسمت اوج خیلی خوبی میگیره که من اونجا رو با چرخش دست نشون میدم. توی این چرخش پشت دستم یک بار رو به همه، یه بار با کف دستم میام تا آخر میبرم، سری بعد با پشت دستم میارم و حرکتم رو نشون میدم. پس یک بار با کف دستم میام بالا، سری دوم با پشت دستم برمیگردم، با کف دستم یه نیمه چرخش، با پشت دستم ادامهش میدم که شد 1 2 1 2 که من اینو با سرعت انجام میدم. با چرخش تک پا، پا رو روی زمین گذاشتم، در واقع میتونیم چرخش سوزنی هم بهش بدیم. پس 1 2 من هر سری که میخوام برگردم، قبل اینکه بچرخم سعی میکنم سرم هم دستم با حالت قاب در بیارم، سرم هم از پشتش بیارم و دست رو به صورت شلاقی ردش کنم و بعد اینکه چرخش آخر زدم، دست رو به حالت پروانه و با این فیگور یا با پای جمع تموم میکنم. یک جوری باید سرعتتون رو تنظیم بکنید و مکانی که دارید، یعنی اون قسمتی که دارید روش چرخش میزنید رو تنظیم بکنید که وقتی خواستید وایستید تعادلتون رو از دست ندید، چون که لازمه که 3 ثانیه رو استوب بکنی. خب اینم از طراحی این قسمت که من سعی کردم چیدمان رو بهتون آموزش بدم، چون که حرکات رو قبلا با هم کار کرده بودیم، ولی الان میخوام یک بار دیگه فقط با شمارش حرکاتی که رفتیم رو دونه دونه بریم. بعد میتونید دوباره هی ویدیو رو برگردید اول و با طراحی کامل با موزیک تمرین کنید. پس با هم دیگه شروع میکنیم. اولش پا به صورت ضربدری بود، گفتیم 1 2 3 پس
یک، دو، یه ضربه کوچولو، سه، چهار. یک و دو، سه و چهار. یک و دو، سه و چهار. یک و دو، سه و چهار. بلافاصله یک و دو چیکار کردم؟ حرکت سوال جواب. یک و دو، سه و چهار، چرخش و اومدم پایین، دستا پایین، حرکت بی نهایت. یک و دو، سه و چهار، پنج و شش، هفت و هشت. یک و دو، سه و چهار، حرکت رو رفتم، چرخش بال کبوتر و حرکت چرخش دامن. مجدد یک و دو، سه و چهار، پنج و شش، هفت و هشت. یک و دو، سه و چهار، پنج و شش، هفت و هشت. یک و دو، سه و چهار، پنج و شش، هفت و هشت. یک و دو، سه و چهار، پنج و شش، هفت و هشت. یک و دو، سه و چهار، پنج و شش، هفت و هشت. یک و دو، سه و چهار، پنج و شش، هفت و هشت. یک و دو، سه و چهار، پنج و شش، هفت و هشت. یک، دو، سه، چهار و چرخش تا بی نهایت. چرخشمون رو تا جایی که موزیک تموم بشه ادامه میدیم. فکر کنم چهار الا پنج تا چرخش پشت سر هم. از چرخش که تموم شد حرکت تاج میگیرم یا پاهامو جفت میکنم و تمام. اینم از این بخش. بچه ها من این بخش رو یک سر پیشرفته تر رفتم، یعنی اینکه تیکه دیگه آهنگو نذاشتم برقصم، به خاطر اینکه آموزش ها رو داده بودیم، ما فقط خواستیم حرکت ها و اتصال اون حرکت ها رو با هم دیگه بریم. فکر کنم مفید باشه براتون، میتونید تمرین کنید، برای من ویدیوهاتون رو ارسال بکنید. پس قسمت اول رو دیدیم. ویدیوهای پیشنهادی من برای این ویدیو 100% قسمت 1 مدرن با قسمت 2 حرکات مدرنه. لطفاً ببینید، تمرین کنید، کامنت بگذارید. امیدوارم که دوست داشته باشید. موفق باشید. سابسکرایب هم فراموش نکنید.